بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد بازی به هر حال تیم اون بازی رو به نظرم خوب شروع کرد، به گل رسیدیم، موقعیت های خیلی خوبی رو بعد از گل از دست دادیم، توی ضربات ایستگاهی دو سه تا موقعیت فوق العاده داشتیم نتونستیم استفاده کنیم، به گل برسیم، بتونیم اختلاف رو زیاد کنیم و نیمه اول به نظرم تیممون با توجه به اینکه موقعیت ها رو از دست داد یه مقدار شرایط رو آخره نیمه اول سخت کرد، چون تیم حریف هم اومدش دو تا ضربات ایستگاهی و روی ایستگاهی مقدار خطرناک شدش، ولی خب با شروع نیمه دوم همین بازی شروع شد، داشتیم بازیکن ها رو هماهنگ میکردیم که بتونن واسه تعویضمون بتونه، چون می‌خواستم تعویض زود هنگام انجام بدم، متوجه نشده مثلا چطوری گل خوردیم. گل یک یک رو روی یه جاگیری اشتباه خوردیم و بعد از اون دوباره بازی رو گرفتیم دستمون، تونستیم موقعیت ایجاد کنیم، دو سه تا موقعیت خیلی خوب و راحت رو از دست دادیم، به گل نرسیدیم، دوباره گل زدیم، فاصلمون دوباره زیاد یه گل شدش با تیم حریف و خب به هر حال آخر بازی تیم حریف چیزی نداشت و سر دست دادن، شکل بازیشو عوض کرد و دوباره توی اون شلوغی و توی فیلم هم که من دیدم خیلی شرایط سخت بودش که بگیم چجوری توپ وارد گل شد، ولی تبریک میگم واقعا به فوتبال ایران، یه بازی خیلی خوب از دو تا تیم شاهد بودیم، سرعت بازی فوق العاده بالا بودش، دو تا تیم خیلی خوب بازی کردن و توی ضربات آخر یه مقدار بی‌دقت بودیم، نتونستیم گل بزنیم و مخصوصا موقعی که مساوی بود بازی یا گل جلو بودیم توی ضد حمله میتونستیم استفاده کنیم، این کار اتفاق نیفتاد، ولی خسته نباشید بگم به بچه‌هامون، با توجه به اینکه دو سه تا بچه‌هامون مصدوم هستن، دو سه تاشون واقعا روزبه چشمی این هفته اصلا با ما تمرین نکردش، ولی چون نیاز داشتیم اومد بازی کرد. مهدی پور بازی قبل دیدید مصدوم شدش، ولی با توجه به نیازی که به تیم داشتش اومد تا اونجایی که تونست واسه تیم بازی کردش. آرش رضاوند یه ضربه ای رو پیروز توی تمرین خوردش، ولی دیروز هم حتی با ما تمرین نکرد، ولی واقعا تشکر میکنم ازشون، ممنونشونم، واقعا با غیرتن اومدن سنگ تموم گذاشتن، بازیشون رو انجام دادن، حالا نتیجه چیزی که ما میخواستیم بهش برسیم نبود، ولی خب با توجه به اینکه ما صدر جدول بودیم شاید یه مقدار خودمون هم انتظار اینو داشتیم که بازی رو بتونیم ببریم و موقعیت ها استفاده کنیم، ولی به هر حال خسته نباشید میگم به بازیکنام، واقعا فوق العاده کار کردن، ممنونشونم، آماده میشیم واسه بازی بعدی. من اصلا تو فوتبالم هیچ حریفی رو دست کم نمیگیرم، تو هر لیگ و هر دسته و هر جایگاهی که باشه قابل احترامه، اصلا این موضوع رو من همیشه تو تمرینات توی مسابقات به بازیکنام میگم، اصلا این صحبت شما درست نیست. ما همیشه سعی که من خودمو میگم به هر حال مخصوصا همبازی‌ها و دوستانمو سعی کردم احترام نگرم. من پارسال وقتی با فولاد پرسپولیس رو بردیم، دوستان وقتی اومدن بی احترامی کردن، من اشتباه کردم، جواب ندادم و این باعث شدش که بیان الان بی احترامی کنن. اگر با من بودن آدمای بی خودی، که آدمای بی خودی که معلومه کیا هستن توی فوتبال و کارنامه من توی فوتبال مشخصه، اگر ایشون با من بوده مطمئن باشه اصلا ایشون در حد من نیست که در مورد من صحبت کنه، اصلا نیازی نیست قیاس کنیم. فوتبال فقط این جام و قهرمانی و اینا نیستش، که فوتبال خیلی چیز هست. من پارسال با فولاد وقتی بردیم احترام میگردشتم، حتی وقتی با هم تلفنی صحبت کردیم محترمانه صحبت کردیم و گلایه هامونو کردیم، ولی صحبتی که من کردم صحبتی نبودش که بی احترامی بکنم به کسی، ولی اگر ایشون منظورشون من بودن من جوابمو دادم و آدمای بی خودی زیاد توی این فوتبال هستن، یکیشون هم خودشون. ببینید ایشون از روزی که از تیمش ایبار جدا شده تا الان حدود یک ماه یک ماه خورده بازی نکرده. اوایل که اومده بودش که با تیم تمرین نمی‌کرد به خاطر اینکه قراردادش رو امضا نکرده بود، شرایط سخت بود، و بعد از اونم که اومد الان دو هفته است داره با تیم ما تمرین میکنه، ما هم دو تا مسابقه بوده، به خاطر اینکه به شرایط بازی برسه مجبوریم ازش استفاده کنیم حتی اگر خوب بازی نکنه تا بتونه شرایطش ایدئال بشه، چون ما نیاز داریم به همچین بازیکنی و تا بتونیم استفاده کنیم. مهم نیستش الان، چون من بازیکن رو کیفیتش رو اعتقاد دارم بهش، ولی شرایط
مسابقه فرق کنه، ایشون تمرین داشته با ما ولی بازی نکرده با تیم، بازیکن‌ها رو شاید اسماشون و اسامیشون رو نمیدونه و شرایط واسش یه مقدار سخته، ولی نیاز به حداقل 2 تا 4 تا بازی داره تا بتونه شرایط ایدئال به دست بیاره. 2 تا بازی تازه کرده، هنوز تو کشور غریب، اسم بازیکن‌ها رو نمیدونه، بعد از حدوداً 1 ماه 45 روز تمرین فقط با تیم، شرایط سخته. حالا کارشناسی شما نکنید، من تو صحنه‌های دیگه دو تا اتفاق افتاد، من در اون مورد صحبت نکردم به خاطر همین موضوع، ولی یکی از صحنه‌ها به نظرم پنالتی بودش و اینکه حالا پنالتی گرفت یا نه دیگه به هر حال اتفاق افتاده. ما تو این چند هفته شما برید ببینید یه دونه اوددستی به نفع ما نگرفتن. حالا اینکه شما الان هنوز بازی تموم نشده میگید، خب معلومه، به هر حال همیشه فشار رو استقلال هست، به هر حال هوادارامون میدونن این مشکلات رو ما داریم، تا یه بازی رو نمیبرن یا نتیجه نمیگیرن دیدید چه شلوغکاری کردن و شروع کردن. اما اصلا قابل قیاس نیستیم با اون تیم، اون تیم خودش انقدر قرار داده و بازیکنای به هر حال نجومی دارن که دیدید ما امسال با چه بدبختی با چه مشکلاتی اومدیم بازی کردیم. شرایط اول فصلمون رو دیدید، تغییرات مدیریت، رعایت کردن سقف، بازیکن نگرفتن، همین الان ما توی ثبت قرارداد بازیکنامون مشکل داشتیم، دیدید بازیکن‌ها اومدن لطف کردن، واقعا هم من هم باشگاه ممنونشونیم که اومدن این نگاهو داشتن که بیان به تیم کمک کنن، ولی به هر حال این اتفاقات میفته. حالا امیدوارم پنالتی هم که آقای همرنگ برای ما نگرفت درست بوده باشه، ولی به نظرم دو تا صحنه بود، یکیش چون صحنه اولی رو من دیدم به نظرم پنالتی بود.